افتادم که پایانش نمی بینم، به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم. کسی را پنجه افکندم، که درمانش نمی دانم. یا سلام مریم خانم. سلام. بالاخره گرفتمش. همین امروز. بفهم. ما 2 سال به خاطر این کارت آش خوردیم. نمیگیم مبارکه؟ مبارکه. چاکرین. میشه با آقای انارکی بگیم بی زحمت یه لحظه بیان دم در؟ سر کلاسن. من 2 سال به خاطر شرط ایشون زندگیمو تعطیل کردم، رفتم سربازی. حالا ایشون 5 دقیقه به خاطر من نمیتونه کلاسشو تعطیل کنه؟ نمیشه؟ آخه من دارم میرم بیرون.
خب؟ خب کی مزاحمت میشین؟ واسه چی؟ یادتون رفته؟ چی رو؟ خواستگاری؟ خواستگاری؟ میخواستم هم آقای اجازه بدیم پدر و مادرمون بیارمشون برای خواستگاری. کار مهم تاعت همین بود؟ بگیرش. بچه جون تو خیال کردی تو دنیا مشکل ما واسه شوهر دادن مریم فقط همین کارت پایان خدمت تو بود؟ شما خودتون گفتین 2 سال پیش. من چی گفتم؟ گفتین تا وقتی که وضعیت سربازی روشن نشده این ورا پیدات نشه. من گفتم این راه و رسم زن گرفتن نیستش که سرتو بندازی پایین بیای در خونه مردم زر زر زنگ بزنی بگی زن میخوام. من گفتم اول باید تکلیف سربازی روشن بشه. بفرمایید روشن شده اصل است. پسر جون فرض که من خر شدم و این خواهرزنم دادم به تو، میخواد چی کار بکنه؟ کارت پایان خدمت که نون و آب نشد، نشد زندگی، نشد کرای خونه، نشد خونه، چی کاره ای؟ شاغلی؟ حقوق بگیری؟ مخارج از کجا میخوای بدی؟ شما خیالتون راحت آقای انارکی، من فکر همه این چیزا رو کردم. فکرشو که همه میتونن بکنن، این عملی شدنشه که گاو نر میخواهد و مرد کهن. ببین آقای انارکی، من نه گاوه نرم نه مرد کهن، ولی خدا وکیلی شما موقعی که خودت رفتی خواستگاری منیر خانم همه این چیزایی که میگیم بودین؟ بله بودم. نه دیگه نبودین. شما 18 سالتون بوده رفتین خواستگاری، سرباز فراری هم بودین، پول تو جیبتون هم داییتون میداده، تو وقتی هم که مجید به دنیا اومد هنوز شغل نداشتین، مدرکتون هم که همون دیپلمی بودی که منم دارم، از دار دنیا فقط یه صدای خوب داشتین. اون مجید احمق ما که اینا رو واسه تو گفته یادش رفته بگه اون زمان تا میگفتی دیپلمم اداره جات رو هوا میزدنت، اما حالا با دیپلم باید بری لبو فروشی. میری چه عیبی داره مریم خانم راضی باشه من به خاطرش لبو هم میفروشم. سیاوش خان بذار بهت بگم، تا وقتی سرپرستی خواهرزن بنده با منه، منم که تصمیم میگیرم با کی ازدواج بکنه با کی ازدواج نکنه. برای ازدواج با این دختر یا باید توی یکی از ادارات دولتی استخدام بشی یا باید وارد دانشگاه بشی. هر وقت کارت استخدام یا کارت دانشجویی، خوب گوش کردی، کارت دانشجویی دستت بود با ننه بابات راه میافتیم یه خواستگاری. خب مرد حسابی چرا 2 سال پیش اینو نگفتی؟ بعد از 2 سال یادتون افتاده شرط شروط جدید بذاری؟ گیری کردیم ها؟ آقای انارکی من ولکن ماجرا نیستم. زهرمار شما با زندگی من بازی کردی، شما منو سر دوندی، خیال کردی من کوتاه میام؟ من 2 سال به عشق اینکه کارت پایان خدمت تموم بگیرم بیام نشون شما بدم تو سفنج کرمان پا زدم. انارکی زشته. شما برای تو خودش میره. والا راست میگه، چرا 2 سال پیش بهش جواب نه ندادی؟ اینقدر وعده سرخرمن بهش دادی که حالا طلبکارمون شد. ترسیدم بگم نه یه بلای سر خواهرت بیاره. تو که جوانا امروز رو میشناسی، تا بهشون میگی نه با یه شیشه اسید میان خواستگاری. حالا اینطوری بهتر شد؟ گفتم میده سربازی، تو این 2 سال همه چیز از یادش میره. نمیدونستم این دوباره بعد از 2 سال برمیگرده. خب حالا سربازیشو که رفته، مجیدم که میگه پسر خوبیه، چرا نمیذاری بیاد خواستگاری؟ شما بفرمایید. مریم خانم منیر جان بشین. مسئولیت این دختر با ماست، من نمیخوام برای راحتی خودم به هر ننه قمری که درزه جواب آره بدم که. پس آینده این دختر چی میشه؟ هم دیگه زیادی مته به خشخاش میذاری. مجبورم، فردا هر اتفاقی که بیفته ما باید جواب پس بده. نمیخوام پشت سرمون بگن چون مریم پدر نداشت بدبخت شد. اگه دختر خودم بود اینقدر نگران نمیشدم. نگران چی؟ من تا 6 تا دلم مطمئن نشه که مریم خوشبخت میشه شوهرش نمیده. تو
تو از کجا میدونی که این پسر نمیتونه مریم خوشبخت کنه؟ مونه جون، خوشبختی که کشک نیست. اولا این پسره نه شوق داره نه درآمد. دوما اینا سوء سابقه دارن. سوء سابقه؟ داداششو میگن. چند وقت به خاطر دعوایی که کرد تو زندان بود. داداشش چه ربطی به خودش داره؟ اگه اون تو زندون بوده حالا این باید چوبشو بخوره؟ چه فرقی میکنه؟ اینا از یه پدر مادرن، از یه تیر و ترکن. شیر و ذاتش میگه کیه؟ ولو مجید که میگفت دوستی بهتر از سیاوش نداره. مجید ولش کن، من باید مطمئن بشم که مطمئن نیستم. تا مطمئنم نشم نمیذارم این وصلت جور بشه. مرجک مرجک داغون پاغون نه؟ بعد دو سال علاف کردن من تازه یادش افتاده شرط بذاره. خب سیاه جو، من چقدر گفتم دم خونه ما نرو، خودتو زایه نکن. و همین سادگی؟ خب ساده راه راه نداره که، نمیخوام بهت بدنش. پس چرا دو سال پیش نگفتن؟ حالا مثلا دو سال پیش میگفتن شما ول میکردی میرفتی؟ ببین مشکل بابایی تو اینه که هنو منو نشناخته. اوه اگه بشناستت که دیگه اصلا نمیذاره خالمو بگیری. من نمیفهمم اصلا این بابای تو این وسط چی کاره است؟ اولی که مریم خانم خودش عاقله، بالغه. دوم هم مادر داره، مادرش باید نظر بده نه بابای تو. ببین سیاه جون، اولا که فعلا مادرش بیمارستانه، بعدش هم شاید بابای من نخواد تو با جناقش بشی. مگه زوره؟ مگه دست اونه؟ اصلا میدونی چیه مجید؟ هر شرطی بذاره میگم چشم. همین راحتی؟ به همین راحتی. آقا جون اصلا الان توی اداره مدارا کدوماشون استخدام میکنن؟ من میخوام برم استخدام شم. شرط استخدام گذاشت. میدونی چیه؟ یه کارت استخدام به من بدم، من نشونه این بابات بدم، حقوق و پول و این حرفاش هیچی واسه مهم نیست. نه بابا، بیا مهمم باشه. بدون دیپلم پیزوری داری باش بخواه بری تو اداره دولتی استخدام رسمی هم بشی، حقوق خوبم بهت بدم. باش، اصلا دنبالت میگردم. نمیشه؟ پسر کجای کاری؟ من با فوق دیپلمش بالاتر از آبدارچی تازه اونم قرار دادی، نتونستم کار پیدا کنم. مطمئنی؟ دو سه روز تو هم بگردی مطمئن میشی. مجید کنکور امسال کیه؟ به شرط کنکورم گذاشت. گفت یا کارت دانشجویی یا کارت استخدام. سر کاری فرستاده دنبال نخود سیاه. ببین دنبال نخود سیاه هم فرستاده باشه من براش میبرم. این کنکور چجوریه؟ کیه؟ چند مرحله ایه؟ حالا یه مرحله یا سه مرحله ای. تو با این آیکیو بالا و سابقه درخشان افتضاح دوره دبیرستان بری دنبال یه زندگی بهتره. چرت و پرت نگو. آخه مگه راه دیگه داری؟ کنکور میدم. بچه ای؟ قبول نمیشی. خب مثل خر میخونی. میخونیم؟ ببین اگه یه کله چمو بذاریم پشتش بخونیم قبول میشیم، همه چی هم حل میشه. من واسه چی درس بخونم؟ مگه میدونستم با این فوق دیپلمشم کارگیر نمیاد همینشم نمیخوندم. آقا جون تو بیا دوباره بخون، با یه مدرکی بالاتر کارم راحتر گیرت میاد. سیا جون خواهشن شما سنگ ما رو به سینه نزن، شما رو فکر کار خودت باش. من میخونم. قبول بشو نیستی. هستم. نیستی. حالا میبینی. می‌بینی؟ می‌بینی. سلام مریم. با آقای انارکی بگین یه دقیقه بیاد دم در. اون که حرفاشو بهتون زد دیگه، واسه چی بیاد؟ ببخشید مریم خانم، مگه اختیار شما دست آقای انارکیه؟ منظورم اینه که اگه شرط شروطی هست چرا آقای انارکی میاد به من میگه؟ چرا خود شما به من نمیگه؟ اون شرطایی که آقای انارکی بهتون گفتن من بهشون گفته بودم. آه شما گفته بودین؟ باشه شما گفته، منم قبول کردم. توش بگیم بیاد دم در. چه نگاه میکنین دیگه؟ قبول کردم دیگه، بهش بگیم بیاد دم در. سلام.
چی شد؟ استخدامت کردن یا دانشگاه قبول شدی؟ هیچ کدوم. پس واسه چی اومدی اینجا؟ میدونین آقای انارکی، من خیلی رو حرفای شما فکر کردم. دست شما درد نکنه، زحمت کشید. حرفای شما کاملا حرفای منطقیه. یعنی آدم روی حساب یه کارت پایان خدمت خواهرزن عروسه میکنه که. من لااقل اگه استخدام نشم و دانشگاه قبول میشم. خود دانی. فقط ببخشید، اگه میشه این شروطیو که به من گفتید بنویسید امضا کنید که اگه خدای نکرده من دانشگاه قبول شدم ها شما نزنید زیرش. یعنی چی؟ یعنی تعهد کتبی ساده. آقای انارکی، یعنی شما همه حرفایی که خودتون زدین رو قبول ندارین؟ اگه قبول ندارین بگیم ما هم قبول نداشته باشیم. اگه قبول دارین که بنویسید امضا کنید، خیال ما رو راحت کنین دیگه. خیلی خوب. دست شما. گله 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 رو گره. مجید همینه، زنگشونو بزن. زنگ بزنم بگم چی آخه؟ تو نمیخواد حرف بزنی، من خودم حرف میزنم. زنگشونو بزن. زنگشو خرابه که. کیه؟ ببخشید آقا حامد هستن؟ ببینم خرخون گچه مرسه رو بالا میکرد میای بالا پاشته بود تو کف دروازی؟ با این ورا بیا پایین کارت داریم. شما بیاین بالا، کلاس دارم. هوا کن درو. بیاین این ور. دانشگاه آزاد یه شبه هم اینجا زده؟ یه دقیقه بشینی من سرشون رو گرم کنم الان میاد. برید بشینید، برید اونجا. بچه ها مسئله صفحه 9 رو حل کنین، اشکالی چیزی هم داشتین یه گوشه یادداشت کنین، من الان برم برگردم. صداتون در نیاد. مجید نگاه کن تیم بچه تیزیه، از آب کره میگیر. آقا را چقدر پول گرفتی ازشیم؟ بابا همشون خودم بدبختم. خالی نبن، خرج دانشگاه تو از اینا میگیری دیگه. دانشگاه کدومه بابا؟ انصراف دادم رفت. دروغ میگی؟ میدونی ترمی چقدر میگرفتم؟ تازه اونم 4 سال. جون پروفسور، رشته به اون باحالی تو ول کردی؟ گذاشتم پشتش یه جای دولتی قبول بشم، یه رشته درست حسابی. آقا جزه مال کرد. حیف اون پولی که بابات میده واسه درس خوندن تو. برو بازم فکر کن. آقا وقت تو نگیریم، ما میخواییم امسال درس بخونیم دانشگاه قبول شیم. ما نه تو. ببین پروفسور، ما امسال هر جوری شده باید دانشگاه قبول شیم، ولی نمیدونیم چجوری شروع کنیم، از کجا بخونیم، چی بخونیم. به خاطر همین هم اومدیم پیش تو. واسه چی من؟ به هر تو یه بار کنکور دادی، قبول شدی، درست هم خوبه، میخوایی ما رو این خودت راه بندازی. باز میگه ما. بابا مگه من مریضم دوباره کنکور امتحان بدم؟ ما تو 2 روز دیگه کار پیدا نکنم ول میکنم میرم سربازی. حالا چی شده حواس درس خوندن کردین؟ راستش بخوام ما حواس نکردیم، این حواس کرده. میخواد زن بگیره، گفتم بعد دانشگاه قبول شی. حالا کدوم احمقی میخواد زن این بشه؟ اوه حرف دهنتو بفهم. آه خالت تو الان تو فکرشی؟ بابا تو رو مجنونم کم کردی. ای والا. آقا هستی یا نه؟ نه. اه بی معرفت؟ چرا؟ من اگه لابلای درس خوندنم 10 دقیقه وقت داشته باشم، به 4 تا اینه دست میام که 2000 کاسبی کرده باشم. ببین من امسال هر جوری شده باید دانشگاه قبول شم،
هر رشته علکی هم باشه باشه، واسه فرقی نمیکنه. تو هم این بساطتو جمع کن، هر چی پول از اینا میگیری ما بهت میدی. باز میگه ما مجید از این پشه اون میندازمت پایینا. تو هم بیا با ما امسال درس بده، خودت هم بخون دیگه. سه نفری تخت گاز میشینی میخونی مردونه؟ به جون مادرم میشینی میخونی؟ نه پولشو میگم، مردونه میدین؟ آقا ما دنیامونو میدیم، ما رو بی خیال چی؟ زودتر بریم سر سربازیمون. سربازی بی سربازی، تو هم مثل ما میشینی میخونی، یه مدرک لیسانسی چیزی میگیری، مثل ما آقا بشی، فردا نزنن تو سره. عجب دارم قدی هستی ها. آقا گفته باشم شهریه کلاس کنکور فرق میکنه با این کلاسه ها. بابا پول تو بهت میدیم، تو پاشو اینا رو بفرست برن، ما بریم یه گوشه یه برنامه اساسی بریزیم که از همین امروز شروع کنیم. بچه ها تعطیل. آها بیا بیا ماشاءالله. بیا اینو مواظب باش مجی. بیا 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 مایش به کیفتو بنداز. اینجا آقا اجازه فردا کی بیای؟ عزیزم برو معلمتون دیگه گرفتاره، دیگه فردا نیا. مواظب باش حامد بگیره. ما نباشیم تو دانشگاه قبول نمیشی؟ آقا جون تو واسه این رفاقت اون 2000 ارزش قائل هستی یا نه؟ نه مجید میزنم داغونت میکنم ها. آقا جون خب به خاطر ما 2 ماه وقت تو بذار، نمیشه؟ فردا که میخوای بری خواستگاری مدرکت به جای فوق دیپلم لیسانسه. میدونی یعنی چی؟ نمیدونی دیگه. هم زن بهتر بهت میدن، هم کار راحت تر گیر میاری. نمیدونم. بزن قدش. من نوکرتم. نه نگو دیگه. بسم الله. بسم الله. بریم یه جای برنامه مشتی بریزیم، از همین الان شروع کنیم. مثلا کجا؟ بریم کتابخونه. آره. کتابخونه جای درس خوندن یه نفریه. نفس بکشی میندازنت بیرون. اون وقت چجوری میخوای به شما دو نفر من اونجا درس بدم؟ یابسی پشتبونشون هم بد نیستا. بابا مگه نهیدی از ترس صابخونه چجوری بچه ها رو میبردن بالا میبردن پایین؟ اگه بفهمه سه تا نره رو پشتبونشن ها، نره بابا میندازه بیرون از خونش. یه روز دو روز نیست که. آقا سوارشین میریم خونه مجیدینا. حتما. تو توی درس بخونی تو خونه ما؟ تازه باباشم تو خونه که خالش هست تو رو راه میده. باشه بابا سوارشین بریم پا. اینم جاش. گم هم چی بدک هم نیستا، خلوته. خب آقا حامد بشین یه برنامه مشتی واسه ما بریز ببینیم. اول میگم بشین راجب دستموز من صحبت کنین. بعد بابا تو هم کشتی ما رو. خب گفتیم بهت میدیم دیگه. چقدر؟ چقدر میخوای؟ تضمینی یا دیمی؟ چه فرقی میکنه؟ تو سیستم دیمی ما فقط درسمونو میدیم و پولمونو میگیریم، یه کاری نداریم که شما میرین دانشگاه نمیرین. اما تو سیستم تضمینی واسه اینکه شما دو نفر بفرستم دانشگاه
کلی وقت و انرژی باید گذاشت. شاید 10 برابر سیستم دیمی. سخنرانی نکن سرجم، لپ کلام بگو. مایی چقدر؟ سرجم مایی 100 تومن. نفری؟ نه پس با خانواده هاتون. بابا سیا بنویم بابو گیره ورده. وایسه ببینم، تو میخوای بیل بزنی یا کود بار کنی؟ چه خبرته؟ آدم خنگی مثل تو رو فرستادن دانشگاه دیگه، لااقل بیل زنی که سخت‌تره. خنگ خودتی. حامد آقا تو ما رو وردی اینجا بهمون درس بدی یا میخوای زایمون کنی؟ آخه نمیشه که مفت و مجانی روزی 14 ساعت وقت بذارم که. 14 ساعت در روز؟ مثلا این سیاوش ننه مرده تو این 12 سال درس خوندنش سرجمش حساب کنید 14 ساعت درس نخونده. تازه با 14 ساعت هم تضمینی نیست که یه فوق دیپلم معمولی قبول بشی. 14 ساعت در روز یعنی از صبح زود تا آخر شب دیگه. بله، شب داره، روز داره، سرما داره، مارمزون داره، گرما داره. فکر همجه علکیه؟ بابا اینطوری قاطی میکنی؟ تو میخوای بری دانشگاه یا نه؟ نه، بشگو میخوای بهت زن بدن یا نه؟ تو حرف نزن دیگه، همه اینا زیر سر بابای توه. به بابای من چه ربطی داره؟ بردم ولی دختری که ازت مدرک نخواد. پروفسور، حالا کی شروع کنی؟ از همین الانم هم شروع کنیم بازم عقبیم. الان؟ آخه اینجوری که نمیشه که. اقلا من برم یه زیراندازی، یه کارتونی، یه چیزی بردارم بیارم توی رو این چمنه یخ میزنیم. باشه. علفی؟ ها؟ میگم چرا گیج میزنی؟ دنبال علفی؟ بابا دنبال علفه. دوباره صحبت کن، چرا توهین میکنی؟ خودت درست صحبت کن. علف یعنی چی؟ بابا برم کن بینم. چی میگی؟ بیجر برم ولش کن. برم کن بجونم بابا ولش کن بینم. چی کنه علفه تو گیرم؟ چی شده؟ نه علی میزنیم. بلاش کن. بیا جون بیا. چرا نگرفتیش؟ بشین بابا، شانست گفت اینجا هم پله بود نتونست ببره، اگه نه حتما برده بود. عجب دوز بازاری اینجا. تو چی شدی و با این یارو دعوت شد؟ فوش دار به من میگه دنبال علفی. فوش کدومه؟ دنبال علفی فوش نیست؟ اگه من گاوم، خرم، حیوانم، الاغم. علف یعنی مواد، دیارم فکره تو مشتری. تو اینجوری میخوای چند ما تو پارک درس بخونی دیگه؟ الان پارک خلوت پر از آدم ها اینجوریه.
آقا اصلا بی خیالش شه. هنوز نیومده اینجوری شد. وای به حال اینکه هر روز بخوایم بیام تو پای درس بخونیم. باشید بریم. خدا آقا تو بیامرزه. ببینیم جای درس خونه یه نفر واسه این پیدا کنیم که اینم بره خواستگاریش. مجید میزنم تو دهنت ها. آقا وقتمون داره هدر میره. بالاخره چه غلطی بکنی؟ آقا اصلا باشیم بریم خونه ما. پشو. بله بسیوچه.